همزمان با افزایش واکنش ها نسبت به کشته و سربریده شدن نزدیک به 30 تن از نیروهای پلیس محلی از سوی طالبان در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک، حال اینجا برخی بازماندگان و وابستگان قربانیان این حادثه گرد هم آمده تا نگرانی و خواسته هایشان را از حکومت ابراز بدارند. از کشورهای خارج، از دیگر مردم ها که ما در خانواده شهید ها کمک میکنیم، اما متاسفانه که اینا کلش مردم های هسته، استفاده جوی هسته، مردم های هسته که منافع شخصیش هسته. ای گپا کلگیش چی ها را که جور کده، اکاون نمبر ها را که جور کده، اینا منافع شخصیش هسته. و ما از ملت غیور افغانستان نیره میخواییم کسایی که در خانواده شهدا کمک میکنه مستقیم ببره در خانواده شهدا کمک کنه. دیده میشود هنوز هم خاطرات تلخ حادثه جلریز از ذهن این بازماندگان نه تنها که فراموش نشده، بل تهدیداتی که در حال حاضر از سوی افراد ناشناس متوجه آنهاست با نگرانی و دلهورگی آنها افزوده است. ما خودیم در ولایت بامیان بودیم، بر ما از لمبرای مشکوک زنگ میزد، میگفت ما خبر داریم که در ولایت بامیان هستی، از هر راهی که برید از گیری ما رد نمیشید، حتی ما تصویرهایتان نداریم، کلی مشخصات ما را میگفتن. از دولت میخواییم که یک اقدام جدی کنه در باره ما، کسایی که امزو جلریز مانده یک وظیفه برشان بیته، سرنوشت ما رو معلوم کنه، هنوز ما به سرنوشت استیم. با گفته بازماندگان رویداد جلریز، نه تنها که حکومت تاکنون هیچ کمک برایشان نکرده، بل به تازگی برخی از افراد با استفاده از نام آنها حساب بانکی تقلبی ساختند و از این طریق از کمک کننده ها پول جمع آوری میکنند. طالب کسی هیچ نامده، اگر کسایی هم فرض مثال یا کمک کده یا از خارج یا از داخل کمک کده، کسایی سوء استفاده جو در جیب خود زده، در وارثین شهدا نرسیده، وارثین شهدای در جریان نیسته. فقط یعنی میره میخواهیم که همین سرنوشت همین مجاهدین معلوم شه. ملاقات داشتیم با رئیس صاحب جمهور و خود معین صاحب ارشد هم وظیفه داد که اینا را بخواه در اینا جایی بده، ولی متاسفانه تا هنوز کسی اینا را نخواسته. روز پنجشنبه قرار بود خود معین ارشد قضیه بچه‌ها یک جلسه داشته باشد، تا هنوز جلسه‌اش هم نامعلوم است، کسی زنگ هم نزده، کسی خبر هم نکده. از سوی همانان از عملکرد حیاتی که از سوی حکومت برای بررسی این رویداد جلریز به میدان وردک سفر کردند انتقاد کرده میگویند تا کنون آنها هیچ دستاوردی نداشتند.